یک معلم در حومه پاریس پایتخت فرانسه توسط شخصی که مدعی شده عضو گروه موسوم به دولت اسلامی است هدف حمله قرار گرفته و زخمی شده. این حمله ساعت 7:10 صبح و پیش از آغاز کلاس و زمانی که وی خود را برای تدریس آماده می کرد رخ داد. گزارش شده که فرد مهاجم تیغ موکت‌بری و قیچی در دست داشته و همچنان فراری است. منابع پلیس فرانسه می گویند که مهاجم ضربات خود را به پهلو و گردن معلم زده، اما ضربات منجر به کشته شدن معلم نشده است. گزارش شده که فرد مهاجم هنگام ورود به کلاس نقاب بر صورت و دستکش در دست داشته اما مسلح نبوده و تیغ و قیچی را از وسایل داخل اتاق برداشته. او هنگام حمله فریاد می‌زده این داعش است که هشدار می‌دهد. مهاجم پس از حمله با پای پیاده فرار کرده و پلیس تیمی را برای پیدا کردن او مأمور کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، داعش در مجله فرانسوی زبان خود با عنوان دارالسلام از پیروان خود خواسته که معلمان را در فرانسه به قتل برسانند، چون به گفته این گروه آنها به دلیل آموزش سکولاریسم دشمن خدا هستند. ماه گذشته حملاتی در پاریس حدود 130 کشته بر جای گذاشت که در پی آن رئیس جمهوری فرانسه شرایط اضطراری در کشور اعلام کرد. در خبری دیگر از فرانسه، 195 کشور شرکت کننده در نشست پاریس پس از دو هفته مذاکرات فشرده روز شنبه 21 آذر ماه بر سر یک بسته مشترک گازهای گلخانی و مصرف سوختهای فسیلی به توافق رسیدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با استقبال از این توافق آن را نقطه عطفی برای جهان ارزیابی کرد و گفت توافق قدرتمند و تاریخی پاریس چارچوب پایدار مورد نیاز جهان را برای مقابله با بحران وضعیت آب و هوایی فراهم می کند. وی تصریح کرد توافق پاریس سازوکارها و اسکلت بندی لازم را برای اینکه به طور مستمر و مداوم با این مسئله مواجه شویم ارائه می کند. با این حال این توافق بدون نقص نیست، به ویژه وقتی که نزدیک به 200 کشور درگیر مذاکره باشند. آقای اوباما با تاکید بر اینکه این توافق بهترین فرصت برای حفظ زمینه است تصریح کرد توافق پاریس تنها گام نخست برای متوقف کردن تغییرات اقلیمی است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم گفته توافق پاریس گامی بلند برای آینده زمین است. کومینیدو، دبیرکل گروه صلح سبز و یکی از سرسخت‌ترین سازمان‌های منتقد جهان در زمینه محیط زیست، ضمن برخی انتقادها از برنامه زمانبندی کشورها برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، توافق پاریس را چرخشی تاریخی توصیف کرد. دبیرکل صلح سبز گفت این توافق به معنی پشت کردن به انرژی‌های فسیلی است و فرستادن این انرژی‌های ناپاک به زباله‌دان تاریخ است. بنابر توافق پاریس، گازهای گلخانه‌ای باید به نحوی کاهش یابد که درجه حرارت زمین در افق سال 2100 میلادی بیشتر از 2 درجه نسبت به دوران پیش از صنعتی افزایش نیابد و تا میزان گرمایش از 1.5 درجه بیشتر نشود. توافق پاریس بر ضرورت شرکت فعال کشورهایی که سهمی تاریخی در گسیل گازهای گلخانه‌ای داشتند و کمک آنها به کشورهایی تاکید کرده که نتایج ناگوار این گرمایش را بدون اینکه چندان نقشی در آن داشته باشند تحمل می‌کنند. از مفاد این توافق کمک‌های مالی کشورهای پیشرفته صنعتی جهان به کشورهای فقیر و در حال توسعه برای انطباق دادن اقتصادهای این کشورها و دسترسی آنها به تکنولوژی انرژی‌های پاک و بالاخره اصل کنترل و بازبینی تعهدات کشور هست. شامگاه دیشب نتایج انتخابات استانی که پیش از انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال 2017 مهمترین انتخابات فرانسه بود اعلام شد و با آنکه در دور اول احتمال پیروزی حزب راست افراطی در 6 استان می رفت، عاقبت از 12 استان تمام استانهای فرانسه 7 استان توسط حزب جمهوری که به مدیریت و ریاست آقای سرکوزی هست و همینطور 5 استان توسط حزب سوسیالیست برنده انتخابات اعلام شد. خانم مارشال لوپن از حزب راست افراطی گفت که برخی از پیروزی ها باعث شرمساری است و در این انتخابات همه چیز و همه کس علیه ما بودند. با این همه او گفت که ما نسبت به دور اول 200,000 رأی بیشتر کسب کردیم و باید گفت که این حزب با 27% رأی نشان داد که 6,800,000 نفر به آنها رأی دادن. خانم ماری لوپن نیز که ریاست این حزب رو داره گفته های مشابهی داشت و
تکرار کرد هیچ چیز نمیتواند مانع راه و کارمان بشود. خانم والری پکرس برنده استان مرکزی که 22 سال در اختیار حزب سوسیالیست بود، او نیز برنده این انتخابات در استان مرکزی حساب داشت. امیدوارم استان مرکزی بهترین استان اروپا بشود و برای من اولویت امنیت و شغل هست. همینطور در هر استان که حدوداً 2.5 میلیون جمعیت داره در مجموع 12 استان، استانداران وظیفه دارند که بودجه و تأمین کارها رو به عهده بگیرند. آقای ژان ایو لودریان وزیر دفاع و منتخب استان بروتاین هم به مخاطبینش گفت شما میانه روی و همزیستی رو انتخاب کردید و من با تمام قوا افراطی‌گری را محکوم میکنم و در 6 سال شغلیم در آینده با شنود و مشورت با دیگران به چاره‌جویی و درک مشکلات خواهیم پرداخت. همه سیاستمداران گفتند در دموکراسی نتیجه رأی و نظر مردم مهم است و جمله دیگری که تفکر باور رو به همراه دارد این که با اتحاد همه چیز ممکن است. پاریس، تلویزیون ایران فردا. حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت سفیر جدید عربستان معرفی شده است و روند قانونی خود را در ایران طی می‌کند که اطلاع رسانی خواهد شد. آقای جابر انصاری در نشست خبری صبح دوشنبه 23 آذر ماه در پاسخ به سؤالی درباره آغاز گفتگوهای ایران و عربستان در خصوص مسائل ملی و منطقه‌ای گفت سیاست ثابت جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتگو با همسایگان بنا نهاده شده است و این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد. وی تصریح کرد عربستان یکی از همسایگان بزرگ جمهوری اسلامی است. به نظر می رسد ظرفیت‌های مهمی برای تغییر فضای موجود است و اگر دولت عربستان اراده قطعی داشته باشد، زمینه‌های تغییر فضای فعلی فراهم خواهد شد. حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران نیز روز یکشنبه 22 آذر ماه در مصاحبه‌ای با شبکه العالم از معرفی سفیر جدید عربستان در تهران خبر داد و با اشاره به دیدار اخیر وزرای خارجه دو کشور اعلام کرد که سطحی از گفتگوها میان ایران و عربستان درباره روابط دو جانبه و برخی از مسائل منطقه‌ای آغاز شده است. وی دیدار محمد جواد ظریف با عادل الجبیر را خوب توصیف کرد و با اشاره به ملاقات‌های سفیر ایران با برخی از مقامات عربستان سعودی ابراز امیدواری کرد که این دیدارها زمینه را برای تعامل بیشتر دو کشور فراهم کند. آقای قشقاوی همچنین با اشاره به فعالیت سفارتخانه‌های دو کشور تأکید کرد که رابطه ایران و عربستان قطع نیست و حتی در حادثه منا نیز دیدارهایی بین مقامات دو کشور انجام شده است. عبدالرحمن بن قرمان شهری سفیر سابق عربستان در ایران تنها چند ماه پس از آغاز کار خود به ریاض فراخوانده شد و از آن تاریخ سفارت عربستان در تهران در سطح کاردار اداره می شود. در همین حال معاون وزیر خارجه ایران گفته است که جمهوری اسلامی با ارسال یادداشت رسمی برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب حادثه منا اعلام آمادگی کرده است. آقای قشقاوی همچنین گفته است وزارت خارجه از سفیر ایران در عربستان خواسته که موضوع پرداخت غرامت به خانواده کشته شدگان ایرانی حادثه منا را پیگیری کند. به گفته آقای قشقاوی، عربستان سعودی به خانواده برخی از کشته شدگان حادثه منا غرامت پرداخت کرده، اما به خانواده کشته شدگان ایرانی مبلغی پرداخت نشده است. در تحولی دیگر در سایت خارجی ایران، حسین جابر انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت لغو یادداشت تفاهم ایران و آرژانتین درباره آمیا رسما اعلام نشده است. وزیر امور خارجه در دولت جدید آرژانتین هفته گذشته اعلام کرد که دولت این کشور یادداشت تفاهم همکاری ایران برای رسیدگی به ماجرای بمب‌گذاری در مرکز فرهنگی یهودیان را لغو خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سؤالی درباره نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز سه‌شنبه 24 آذر ماه درباره برنامه اتمی ایران هم گفت اگر روند توافق‌ها ما بین دو طرف نهایی و اجرایی شود، در بازه زمانی نیمه دی ماه روند اجرایی توافقات در ارتباط با تحریم‌ها و مسائل دیگر آغاز و انجام می‌شود.
روز شنبه 21 آذر ماه زنان عربستان سعودی روزی تاریخی را تجربه کردند. آنان برای نخستین بار این فرصت را یافتند که نه تنها برای انتخاب کردن، که برای انتخاب شدن نیز در انتخابات محلی این کشور حضور پیدا کنند. بر اساس اعلام وزارت کشور عربستان، 17 زن در مناطق مختلف این کشور موفق به کسب کرسی در انتخابات شورای محلی شدند. از جمله در شمارش اولیه آرا اعلام شد که سالمه بنت حزاب العتیبی در شهرک مدرکه از مناطق شهر مکه به عضویت یک شورای محلی درآمده. این انتخابات برای راهیابی 284 نماینده به شوراهای شهر انجام شد و در میان نزدیک به 7000 نامزد شرکت کننده، بیش از 900 نفر شهروندان زن عربستان سعودی بودند. همچنین از میان 1.5 میلیون نفری که برای شرکت و رأی دادن در انتخابات شورای شهر این کشور ثبت نام کردند، حدود 120000 زن وجود داشت. عربستان سعودی تقریبا 31 میلیون نفر جمعیت دارد. طبق آمار رسمی، حدود 10% زنان عربستان سعودی در مجموع در این انتخابات رأی دادند. اما در خور توجه آن که در برخی از شهرها میزان مشارکت زنان بالغ بر 80% اعلام شد. منابع عربستان اعلام کردند که میزان مشارکت زنان در منطقه اسیر 79%، مشارکت مردان 52% بود. زنان در توبوک و جده نیز مشارکت 80% داشتند. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه 23 آذر در گزارشی به واکنش مقامات آمریکایی در این انتخابات پرداخت. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، درباره این انتخابات از گامی بزرگ و تاریخی سخن گفت و تصریح کرد مشارکت و حضور زنان در انتخابات شوراهای شهر و روستا قدمی مهم در راه انتخاباتی جامع، سراسری و واقعی در عربستان سعودی است. شوراهای شهر و روستای عربستان سعودی از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود. قانون حق رأی زنان در سپتامبر 2011 به دستور ملک عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه فقید عربستان سعودی، تنظیم شد. تحلیلگران می گویند پیروزی این تعداد زن در انتخابات شورای شهر در سعودی نشاندنده تحولی مهم در جامعه این کشور به شمار می رود. ملک عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه پیشین عربستان سعودی، علیرغم مخالفت روحانیون سعودی، تحصیل دختران و پسران زیر یک سقف را در دانشگاه قانونی کرد و همچنین با انتخاب زنان در شورای ملی مشورتی سعودی و دادن حق انتخاب و انتخاب شدن به زنان، اقداماتی را که پس از قتل ملک فیصل برادرش نزدیک به 30 سال متوقف شده بود را از سر گرفت. او همچنین مصمم بود حق رانندگی زنان را به رسمیت بشناسد، اما این تصمیم به علت مخالفت شدید مذهبی ها و اکثریت مردان سعودی به تعویق افتاد و امروز با پیروزی زنان در انتخابات شوراها، فعالان حقوق زن امیدوارند در حکومت فعلی این آرزوی زنان سعودی تحقق یابد، به ویژه که فرزند پادشاه امیر محمد بن سلمان جانشین ولیعهد به اصلاحات امیدوار است و دادن حق رانندگی به زنان و افزودن بر حضورشان در عرصه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی از جمله برنامه‌های اوست. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مصاحبه و خبرگزاری کار ایران ایلنا مواضع خود را درباره اوضاع جاری سیاسی ایران، انتخابات پیشروی مجلس خبرگان و توافق اتمی مطرح کرده است. اگرچه وی تأکید کرده که در حال حاضر قدرتی در دستش نیست و حرفهایی که میزند برای افکار عمومی است، وی در این گفتگو با انتقاد از تندروی برخی جناح گفت یک عده در مجلس هستند که با استفاده از تریبون باز آنجا تندروی را اشاعه می‌دهند و متاسفانه بعضی از نهادهای کشور هم کم و بیش با آنها همکاری می‌کنند. صدا و سیما هم تندروی‌های آنها را پخش می‌کند که تشویق می‌شوند. رفسنجانی البته تأکید کرد که تندروی‌ها قوی‌تر از سابق شده، اما به نظر وی اکثریت جامعه اکنون به اعتدال رسیدند. او این را یک موفقیت تاریخی ارزیابی کرده است. وی درباره جریان نفوذ که اخیراً از سوی آقای خامنه ای مطرح شده گفت الان جریان تندرو هرچرا که دوست نداشته باشد میگوید نفوذ است. حتی دامنه برخورد با مخالفان سیاسی خود را به کتابها و روزنامه ها هم گسترش دادن که یعنی همه اینها را باید صاف کرد. این حرف یعنی چه؟ آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اخیراً در سخنانی درباره نفوذ اقتصادی و امنیتی خطرناک دشمن به سپاه پاسداران هشدار داده و از فرماندهان این نهاد خواست
مانند ناظری آگاه و بینا مسائل را رصد و خطرها را شناسایی کنند. پس از این سخنان تعدادی از روزنامه‌نگاران به اتهام عوامل نفوذی دشمن دستگیر شدند. هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنانش درباره مجلس خبرگان گفت: بنابر نص صریح قانون اساسی، وظیفه خبرگان نظارت بر عملکرد خود رهبری هم هست، اما این بخش از این اصل عملاً اجرا نمی شود. آقای رفسنجانی درباره وظیفه دیگر خبرگان که تعیین رهبری جدید است گفت: گروهی را گذاشتند که افراد را بررسی می کنند تا آنهایی را که صلاحیت دارند اگر بعداً حوادثی پیش آمد بتوانند برای رأی گیری مطرح کنند. وی در پاسخ به پرسشی درباره امکان شورایی شدن رهبری گفت: در قانون اساسی رهبری را از اول شورایی نوشتند. وقتی که امام رحلت کردند و ما می‌خواستیم رهبری را انتخاب کنیم، قانون اساسی ما شورایی بود، اما اکثریت نمایندگان خبرگان با شورایی بودن رهبری با استناد به سخن آیت الله خمینی مخالفت کردند. آیت الله خمینی گفته بود: رهبر شورایی خیلی جواب نمی‌دهد و من فکر می‌کنم فرد بهتر و زودتر می‌تواند تصمیم بگیرد. به گفته هاشمی، یکی از موافقان شورایی شدن رهبری اتفاقا علی خامنه‌ای بوده و وقتی او را برای رهبری نامزد کردن اعتراض کرده و گفته: من خودم موافق شورای رهبری هستم، چرا مرا کاندید کردید؟ اما در نهایت با رأی بالای خبرگان وی به این سمت انتخاب می شود. وی در ادامه سخنانش همچنین بر فراجناحی بودن رهبری تأکید کرد و گفت: رهبری مال همه و پدر کل جامعه، یعنی مسلمانان، غیر مسلمانان، چپ و راست است و باید مرجعی که ایشان را تعیین می کند متعلق به همه باشد و هرچه پیکره خبرگان تنوع بیشتری داشته باشد اعتبار رهبری بالاتر می رود. هاشمی رفسنجانی درباره توافق اتمی و اجرایی شدن آن گفت: یک عده مایل نیستن این امتیاز قبل از انتخابات به دست دولت باشد که در آرای مردم خیلی تأثیر دارد. عوامل مانع تراشی را هم می‌بینید که چگونه عمل می‌کنند و تلاش می‌کنند این کار تا اسفند نشود. هاشمی رفسنجانی تصدیق کرد که اگر برجام در زمان خودش و با برنامه ریزی تعیین شده اجرا شود، وضع دولت بسیار بهتر خواهد شد. به گفته او، با رفع تحریم‌ها پیش از سال جدید، دست دولت برای بستن بودجه سال آینده بسیار بازتر خواهد بود. او عملکرد دولت در زمینه پرونده اتمی را بسیار موفق دانست و گفت: دولت تا الان کارهای بزرگی کرده که یکی حل مسئله هسته‌ای بوده که یک پرونده چند ساله را بست و توانست ارتباط ما را با دنیا بالا ببرد. دنیا هم حساب دیگری روی ما باز کرده و دولت در این قسمت حقیقتاً موفق بوده است. نزدیک شدن یک قایق ماهیگیری ترکیه به ناو روسی در دریای اژه یک بار دیگر روابط سرد دو کشور رو وارد دور تازه‌ای از تنش کرده. وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه گفته که یک قایق ماهیگیری ترکیه در 22 کیلومتری جزیره لمونس واقع در شمال دریای اژه تا فاصله 500 متری به ناو اسمیت لیوی روسی نزدیک شده. وزارت دفاع روسیه مدعی شده این قایق ماهیگیری هشدارهای اولیه مبنی بر رعایت حد فاصل حریم ناو رو نادیده گرفته. ناو روسی هم برای جلوگیری از برخورد قایق ماهیگیری ترک ناچار به شلیک تیر هوایی شده. به دنبال این واکنش ناو روسی، قایق ماهیگیری ترکیه مسیر حرکت خودش رو تغییر داده. وزارت دفاع روسیه گفته که در این رابطه وابسته نظامی ترکیه در مسکو رو احضار کرد. اما همزمان خبرگزاری دولتی ترکیه هم ضمن اشاره به این موضوع گفته که ترکیه هم متقابلا وابسته نظامی روس در آنکارا رو احضار کرده. پس از سقوط جنگنده روسی به دست ترکیه، روابط دو کشور وارد تنش بی سابقه ای شده و در طی این چند هفته هنوز روزنه امیدی برای بهبود روابط دو کشور دیده نمیشه. افزون بر اینکه جنگ لفظی مقامات دو کشور هم بالا گرفته. همین چند روز پیش مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته بود که سکوت ما در برابر روسیه رو نباید تعبیر به ترس کرد. او به روس‌ها هشدار داده بود که صبر و تحمل ما هم حدی داره.
اما پیامد تیره شدن روابط روس‌ها با ترکیه، ایران هم به عنوان مهمترین حامی منطقه بشار اسد وارد دور جدیدی از تنش با ترکیه شده و پس از یک دوره جنگ لفظی میان مقامات وزارت خارجه ایران و ترکیه، روز شنبه شاهد بودیم که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در ترکمنستان با آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار کرد. اگرچه این دیدار بیشتر به رد و بدل شدن حرف‌های گلایه‌آمیز مقامات دو کشور اختصاص پیدا کرد، از جمله آقای اردوغان در دیدار با اسحاق جهانگیری گله کرده بود از مواضع رسانه‌های ایران در قبال ترکیه. معاون اول رئیس جمهور ایران هم در واکنش به سخنان آقای اردوغان گفته بود که رسانه‌ها در ایران آزاد هستند و حتی گاهی خود دولت رو مورد حمله و یا نقد قرار میدن. افزون بر این که او هم به نوعی گله کرد از ترکیه و تاکید کرده بود که مقامات دولت ایران برخلاف دولت مردان ترکیه هرگز وارد این فضای اتهام زنی نشدند. اما در آن سو در عراق هم در یکی دو روز گذشته این کشور صحنه اعتراض شدید گروه‌های شیعی نسبت به حضور نظامیان ترکیه در این کشور بودند. در رأس این اعتراضات هادی العامری فرمانده سپاه بدر عراق، نیروی وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، ضمن هشدار شدید به ترکیه خواستار برخورد نظامی دولت عراق با ترکیه شده بود. پس از آنکه دولت عراق شکایتی رو در این رابطه به شورای امنیت سازمان ملل برده بود، روز شنبه آقای اردوغان در واکنش به اعتراض مقامات عراق گفته بود که سربازان ما از عراق خارج نخواهند شد. و حتی گفت که اگر تهدیدی از سمت خاک عراق متوجه ترکیه باشه، مشخصا او از داعش در این رابطه نام برد و دولت عراق قادر به تأمین امنیت ما نباشه، ما خود رأساً وارد عمل میشیم و تدابیر لازم رو خواهیم اندیشید. به نوعی آقای اردوغان به عراق این پیام رو داد که در برابر تهدید ترکیه حتی نیاز به کسب اجازه از دولت این کشور هم نیست. منابع خبری از گفتگوی تلفنی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با جفری اونی ایما وزیر امور خارجه نیجریه خبر دادند. این گفتگو پس از آن صورت گرفته است که در درگیری میان شیعیان طرفدار ایران در نیجریه و نیروهای ارتش این کشور دست کم 27 نفر کشته شدند. به گزارش روز دوشنبه 23 آذر خبرگزاری ایسنا، در این تماس تلفنی وزیر امور خارجه ایران ضمن تأکید بر روابط خوب دو کشور، مراتب نگرانی‌های عمیق خود را از بقایع تأسف‌بار به وجود آمده برای جمعی از مسلمانان منطقه زاریای نیجریه ابراز و اعلام کرد انتظار می‌رود دولت نیجریه اقدام جدی و سریعی برای اجتناب از خشونت و ایجاد آرامش و حفظ جان مسلمانان به عمل آورد. وزیر امور خارجه نیجریه ابراز امیدواری کرد که با انجام رایزنی با مقامات ارشد این کشور هرچه زودتر آرامش به منطقه بازگشته و از تشدید درگیری‌ها و خشونت‌ها جلوگیری شود. بخشی از درگیری‌ها در نیجریه در جریان محاصره منزل ابراهیم یعقوب زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه روی داد که به رهبران جمهوری اسلامی ایران بسیار نزدیک است. ارتش نیجریه شیعیان را متهم به تلاش برای ترور فرمانده ارتش کرده است. بنابراین گزارش، بیشتر قربانیان در جریان شلیک آتش از سوی نیروهای ارتش به سوی شیعیانی که روبروی منزل ابراهیم یعقوب زکزاکی در روزهای شنبه و یک شنبه حضور داشتند جان خود را از دست دادند. شاهدان عینی هم میگویند که دست کم 12 نفر از هواداران زکزاکی در این درگیری ها کشته شدند. سانی عثمان سخنگوی ارتش نیجریه گفته است حادثه پس از محاصره یک اتوبان توسط افرادی از طایفه شیعه روی داد. به گفته سخنگوی ارتش نیجریه، این افراد اقدام به حمله به کاروان حامل ژنرال توکل پوراتای، رئیس ستاد مشترک ارتش نیجریه، با پرتاب بمب‌های آتش‌زا کردند. ابراهیم زکزاکی از روحانیون سنی نیجریه بود که پس از سفر به ایران در آغاز انقلاب اسلامی و دریافت کمک‌های مالی سخاوتمندانه شیعه شد و از اواخر دهه 80 به سفیر غیررسمی ولی فقیه در نیجریه تبدیل شد. وی سپس با دریافت میلیون‌ها دلار به ایجاد حسینیه و حوزه علمیه در کشورش پرداخت و جمعیت شیعیان نیجریه را پایه‌گذاری کرد. جمهوری اسلامی با دادن رشوه‌های کلان به خانواده‌های فقیر آفریقایی از جمله در نیجریه، آنها را وادار به تغییر مذهب و شیعه شدن می‌کند.
در نیجریه به هر خانوار برای شیعه شدن 4000 دلار و در سودان و موریتانی و سومالی و کنیا بین 4 تا 6000 دلار پرداخت می شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از تمهیدات دولتش برای کاهش ورود پناهجویان به آلمان خبر داد و گفته ما متوجه نگرانی مردم در مورد آینده خود هستیم و این به این معناست که می‌خواهیم شمار کسانی که نزد ما می‌آیند را به شدت کاهش دهیم. به نظر می‌رسد تصمیم تازه آنگلا مرکل در پی فشارهای همپیمانان و اعضای حزبش گرفته شده است. متحدان سیاسی مرکل هفته هاست انتقاداتی را علیه سیاست موسوم به درهای باز صدر اعظم آلمان مطرح کردند. انتظار می رود تا 1,000,000 پناهجو در سال میلادی روبه پایان وارد آلمان شوند. اعضای اتحادیه دموکرات مسیحی حزب تحت رهبری آنگلا مرکل از روز دوشنبه 23 آذر ماه برای نشستی دو روزه گرد هم می آیند و انتظار می رود موضوع پناهجویان و بحران ناشی از آن نیز در این نشست مطرح شود. منتقدان خانم مرکل می خواهند پیش از فرارسیدن انتخابات پیش رو از شمار پناهجویان کاسته شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، راهبرد خانم مرکل برای این کار از جمله کمک به مبارزه ترکیه با قاچاقچیان انسان، بهبود شرایط در اردوگاه‌های پناهجویان سوری در ترکیه، اردن و لبنان و تشدید کنترل مرزهای نهایی اتحادیه اروپا خواهد بود. صدر اعظم آلمان در ماه گذشته نیز گفته بود انتظارات شهروندان آلمان را درک کرده و در حال تدوین یک برنامه است که در نهایت به کاهش پذیرش پناهجویان بیانجامد. بر پایه آمار کمیساریای ارشد ملل متحد در امور پناهجویان در اروپا، آلمان بیشترین شمار درخواست پناهجویان را دریافت می کند. کشورهای فرانسه، سوئد، ایتالیا و بریتانیا در رتبه های بعدی قرار دارند. همزمان خانم مرکل درخواست آمریکا از برلین برای افزایش کمک نظامی در جنگ علیه داعش را رد کرده است. به گزارش رویترز خانم مرکل روز یکشنبه 22 آذر ماه در مصاحبه با شبکه ZDF و در پاسخ به پرسشی در خصوص گزارش مجله اشپیگل مبنی بر درخواست آمریکا از آلمان برای افزایش کمک گفت به نظر سهمی که به آلمان واگذار شده بود ادا شده است و در حال حاضر نیازی نیست درباره مسائل مربوط به این پرسش حرف بزنیم. مجله اشپیگل روز شنبه 21 آذر ماه گزارش داده بود که اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در نامه‌ای خواستار افزایش کمک‌های نظامی آلمان شده است. پیشتر یک سخنگوی وزارت دفاع آلمان دریافت نامه از وزیر دفاع آمریکا را تایید کرده و گفته بود که موضوعات مطرح شده در این نامه در حال بررسی است. وی توضیح بیشتری در خصوص محتوای این نامه نداد. پارلمان آلمان هفته گذشته مشارکت نظامی آلمان در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی را تصویب کرده بود. طبق مصوبه پارلمان آلمان، مأموریت نظامی آلمان شامل اعزام 6 فروند جنگنده شناسایی تورنادو، 1 کشتی نظامی برای محافظت از ناو هواپیمابر شارل دوگل فرانسه و 1 هواپیمای سوخت رسانی خواهد بود. در همین ارتباط قرار است 1200 نیروی نظامی آلمان در چارچوب این مأموریت شرکت داشته باشند.